خب حالا یه انقلابی باید توی زندگیتون صورت بدین. شاید باید یه عده اشخاصی رو که نگاتیو هستن، بیشتر منفی هستن، با از زندگیتون دور کنین. شاید یه دوستای دیگه ای رو که پازیتیو هستن باید به زندگیتون بیارین. من خودم از اون اشخاصی هستم که حالا خوشبختانه یا متاسفانه اخبار رو گوش نمیدم، چون اخبار پر از چیزهای منفیه. خیلی موقع خیلی چیزها رو خب از فیسبوک یا دیگر رسانه‌های گروهی میتونم بفهمم، ولی اخبار رو که گوش میکنیم گاهی اوقات چیزهای منفی درش خیلی زیاده. اگه تلویزیون میبینین، تلویزیون رو فقط محدود کنین به چیزهای مثبت، به چیزهای کمدی، فیلمهای کمدی، فیلمهای قشنگ، اون چیزهایی که خودتون دوست دارین، و تموم اون کتابها، چه میدونم، خبرها، فیلمهایی که منفی هستن و اشک شما رو در میارن، تا حد اقل تا موقعی که حالتون یکم بهتر نشده از اونها اجتناب و دوری کنین. یه سگ بیارین توی خونه یا یه حیوان خونگی، حالا بستگی داره چی دوست دارین، سگ، گربه، توتی، هر چیزی که دوست دارین میتونه به شما این عشق بدون شائبه بده، unconditional love. میتونه یه سگ به شما خیلی خیلی، به علت اینکه خیلی وفاداره، میتونه یه حالت قشنگی رو توی خونه شما به وجود بیاره. زمانهایی که باید مواظب به این حالتهای روانی خودتون باشین، موقع 14 ماهه، یعنی وقتی که فول مون میشه، یعنی به صورتی میشه که ماه قرص ماه گرده، یه خورده بهتر اینه که فقط با خودتون تنها باشین. حالا یادتونه گفتم زمانهای دیگه باید از اینی که تنها باشین پرهیز کنین، فقط زمانی که قرص ماه هست و شب 14 ماه هست باید دوری کنین از این که با آدمهای دیگه در چیز باشین، در حالتهایی که مثلا خونه‌های همدیگه برین، با هم باشین، معاشرتاتون رو کم کنین در اون 2.5 روز که قرص ماه هست. بلت این که انقدر آدم حساس میشه، انقدر آدم ناراحت میشه، که آدمهایی که افسرده هم نیستن متاسفانه ناراحت میشن. یه موقع گاهی اوقات هم ممکنه حتی اشکشون در بیاد دیگه. حالا ببینین اونهایی که افسرده هستن چی میتونه پیش بیاد از اینی که قرص ماه اون موقع. حالا یه چیزی بگم راجع به بیمارستان ها و پلیس استیشن ها، که در موقع این که شب 14 ماه، اینا پرسونال یا آدم هایی که براشون کار میکنن و دبل میکنن، یعنی که میدونن بیمارستان ها به علت این که خیلی هیجانات این افراد زیاد میره بالا، ممکنه مثلا دعوا بشه خدایی نکرده، ممکنه ناراحتی پیش بیاد و اینها احساساتشون خیلی جریحه دار میشه و ممکنه چیزهای سایکوسوماتیک پیش بیاد و اینها ریج بشن و حالشون بد بشه و کارشون حالا یا پست تروماتیک استرس دیسوردر یا اینکه پی تی اس دی یا به هر حال چیزای دیگه هست، یا پنیک اتک یا حمله هراس و این چیزا هست، پرسونالشون رو زیاد میکنن. یعنی افرادی که براشون در پلیس استیشن ها یا بیمارستان ها هست، اینها دبل میکنن. پس مواظب اون 2.5 روز باشین عزیزان من.